مقامات دو کره شمالی و جنوبی توافق کردند که برای از سرگیری فعالیت‌های تجاری از جمله بازگشایی منطقه صنعتی کیسونگ با یکدیگر مذاکره کنند. جمهوری دموکراتیک خلق کره اعلام کرد که دولت کمونیست این گفتگوی رسمی را به همسایه جنوبی پیشنهاد داده است. این منطقه که در آن نزدیک به 53000 کارگر از کره شمالی اشتغال داشتند، یک دهه پیشتر به بهره برداری رسید. در منطقه صنعتی کیسونگ بیش از 120 شرکت با ملیت کره جنوبی نیز فعالیت دارد. در پی آزمایش هسته‌ای ماه فوریه دولت پیونگ یانگ و بالا گرفتن تنش و تهدید میان دو کره، تمامی فعالیت‌های تولیدی از اوایل آوریل در این منطقه به حال تعلیق درآمد. پس از پایان یافتن رزمایش مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا با نظامیان کره جنوبی، تهدیدهای پی در پی پیونگ یانگ متوقف شده است.